و میخوای دین رو از نقطه نظرت اینی که بگید که بله اسلام نیز از ادیان ابراهیمی هست، از این رو به هر حال وقتی صحبت از سکولاریزه لایسیته میشه و غیر و اینها به گونه ای نقد میکنن اسلام رو که آتئیستی ناباوری هست، و اینی که به گوش یک فردی که باورمند مثل من هست حتی به عنوان یک یهودی نه نیز به هر حال به گونه ای ناخوشایند میاد. یعنی که آقا شما اوکی شما وقتی میخواید نقد بکنید برای نقد متون یا برای نقد متون برای طرد اون جزمیت و دوگما باید به دنبال پرسشگرایی باید باشید، و فرد معممی رو حالا فومانی رو من نمیدونم تا چند تا برای اینکه هر جا هر... نه من اجازه بدید من به اتمام برسونم، من اجازه همین من به اتمام برسونم صحبتمو. به نظر من همچین افرادی به حال باید از نظر شایسته سالاری به عنوان یک مجتهد باشن، به عنوان فردی که جدا برای خودشون نوشتاری دارند، نوشته‌ای دارند، میدونن طرز تحلیل قیاس نمیدونم اجتهاد رو ازش برخوردار هستن، از قرآن کریم گرفته تا به هر حال آنچه که از به هر حال حالا من نمیرم باقر مجلسی و غیره و اینها، ولی حداقل سیرت النبی و غیره و اینها رو که بتونن به دنبال یک نوآوری باشن، به عنوان یک بدعت باشن، و در شیعه بیشتر ما یافت میکنیم به خاطر اینکه درهای اجتهاد بسته نشد قرن دهم، ولی اهل تسنن حتی اهل تسنن هم الان در حال صحبت از این هستش که به گونه ای بیان خودشون رو مطابقت بدن به مدرنیته و غیره. یعنی در خاتمه من میخوام بگم که بحث ما افرادی که نواندیش بودن، نواندیش اسلامی یا برحال به گونه مشتری شبستری گرفته، دشکوری گرفته، جناب مشتری شبستری احسن به شما احسن بله بله نکنید جناب محمد مشتری شبستری بله، برای که خودشون هستن یا پسرشون نمیدونم هر دو فکر کنم بله. اینه دوتا برادر هستن، یکیشون محسن که خیلی تنده و رادیکاله و عضو جامعه روحانیت مبارزه، یکیشون هست آقای محمد که اون محمد به جبهه ملی ایران نزدیک شد و لباس رو هم در آورد و نوع اندیش دینیه و من بسیار میپسندمش. شخص دیگه آقای کمال حیدریه که اون اصلا داره کار لوتری میکنه در شیعه و بسیار عالیه ایشونه. ببین نمیدونم شما میدونید، من درس حوزوی خوندم و خب مهمم بودم تا 88 مسجد داشتم. چه جالب. دفتر دسته که نمیتونیم برای خودم. امیر فرشاد میدونه الان ازش بپرسیم. و رها کردم و کلن مکلا شدم و ایتیست نیستم، ولی خدا باور به معنی ادیان ابراهیمی هم نیستم، اما خدا باور. خب نکنی این من الان دنبال همچین فردی رو میگشتم. دقت بکنی اگر شما موفق شدیم به حال با نوشتارهای اینها ما آشنایی داریم، ولی به عنوان فرد باورمند با شما صحبت میکنم که نقاط مشترکی رو ما یافت میکنیم در بین به حال اسلام، نه از نظر قهرانیش، نه از نظر آیه های رحمتش، نه آیه های مدنیش. یک دو اینی که نکنید بحث ما برای این استش که در اسلام رفرمیزم انجام نشه، همونطور که در یاد آیین عیسوی یا آیین موسوی انجام شده. دو مسئله دوم برای این استش که اگر شما نوشتارهای یکایک اینها رو اون چه که مورد نظر خودتون هست و برای من بفرستید، یک که بتونید یک زیربنای فکری رو بتونید ایجاد بکنید برای یک اتاق و از معممین نکنید فرهیخته، نمیدونم دارم چی میگم، برای که من دنبال کسی نیستم بله هر جایی که باد بیاد کلاشون بیفته نمیدونم اونور طرز فکرشون تغییر میکنه و آفتاب پرستن، نه نکنیم به عنوان افراد پژوهشگر ازشون دعوت بشه که این مسائل رو بیاییم مطرح بکنیم. و نظر من برای این هستش که از طریق آتئیستا و اتاقی در حال حاضر میذارن و اسلام رو اصلا دارن، نه فقط اسلام بود تمام ادیان ابراهیمی رو دارن از اون زیر سوال می‌ذارن و همه رو میخوان
به زباله تاریخ بندازن اصلا یعنی یا درکی از اسلام ندارن یا اینی که هنوز نمیدونم پژوهشی در این باب نداشتن. سوم از اینم به هر حال شما نمیتونید یک جامعه ای که رادیکال، حالا بگذاریم یک روندی هست، فرایندی هست از نظر اسلامگرایی تا آتئیسم که من فکر نمی کنم مدل اسرائیلی به نظر من بهترین مدل میتونه باشه حتی برای ایران. ما روش هم کار کردیم در اندیش که در پارسی یهود ایرانیان در اورشلیم. بحث سر اینه که تا چند اندازه این مسائل رو ما میتونیم باز بکنیم، مردم بیشتر آشنایی بیشتری با آن اسلام پیدا بکنن و اسلام رو نمیتونید تعمیمش بدین از یکایی که مذاهبی که المالک الشافعی نمیدونم حنبلی و حنفی هر کدومشون بحث جداگانه. شیعه به خاطر اینکه درهای اجتهاد بسته نشده از قرون یعنی قرن دهم میتونه یک بدعت و نوآوری داشته باشه. حالا نظر من بر اینی که از حوزه این باید بر بخوره، یعنی اون لوتریزم و نمیدونم کالوینیزم و غیر و اینها، این باید از حوزه بیاد و مسائل رو مطرح بکنه، جدای دین از سیاست. مثلا جناب سیستانی، جناب نمیدونم به هر حال یکایی که بروجردی، آنایی که به هر حال در این باب نوشتن و به دنبال آن هستن که اسلام در قدرت، یعنی همینطوری که هم قدرت داشته باشه، هم اسلحه داشته باشه، هم پول داشته باشه، هم رسانه داشته باشه، خب معلومه دیگه به کجا میانجامه. ولی این رو مد نظرتون داشته باشین، حتما